محسن سازگارا، عضو مدیریت شورای گذار از واشنگتن به ما پیوسته. آقای سازگارا خیلی خوش اومدیم به برنامه. بسیاری از هیئت‌های اجرایی، بسیاری از هیئت‌های اجرایی سیاسی از گروه‌های مختلف از بیانیه آقای موسوی حمایت کردند. با توجه به نقش و اثرگذاری آقای موسوی در بین حامیان جنبش سبز، بدنی حکومت و نیروهای نظامی، شاید بسیاری معتقد باشند که آقای موسوی میتونه گفتمان گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی رو در بین این دسته، در واقع در بین اون دسته که به حکومت نزدیکتر هستن، تقویت بکنه و به محوری برای اتحاد تبدیل بشه. شما در این مورد چه فکر میکنید؟ ببینید، من قبلا هم عرض کردم آقای مهندس موسوی به هر حال 13 ساله در حصره و کسی است که ممکنه برای این جوانانی که به هر حال محور و ستون فقرات انقلاب زن، زندگی، آزادی هستند، جذابیتی نداشته باشه. نسلی که اساساً در یک پارادایم دیگه‌ای متولد شده، بزرگ شده و اساساً هیچ اتوریته‌ای رو هم نمیپذیره. ولی آقای مهندس موسوی به هر حال در بخشی از نیروهای درون حکومت، مدیران میانی حکومت نفوذ داره، بهش توجه میکنن و به خصوص روی سپاه تأثیر داره. سپاه نه در بدنی که مسئله دار شده حسابی، بلکه در بخشهایی از فرماندهان لشکرهای سپاه، جانشینهای فرماندهای لشکرها، معاونین اونها در این رده ها هم مسئله دار شدن، مشکل دارن. تمام کسایی که جنگ رو به یاد دارن، در جنگ شرکت داشتن از سپاهی ها، به مهندس موسوی احترام میگذارن، برای اینکه نخست وزیر زمان جنگ بوده و کسی بوده که به هر حال پشتیبان اونها بوده. بنابراین فکر میکنم بیانیه موسوی بیانیه مهمی است. من شخصا خوشحالم ایشون این بیانیه رو داده و عملا هم تأثیرش بیش از هر چیزی روی لایه‌های مختلف درون حکومت خواهد بود. آقای سازگارا، بعضی از گروه‌های سیاسی در مورد مثلا بیانیه می‌خوام صحبت کنم، بعضی از گروه‌های سیاسی از مسکوت موندن بعضی از مرزبندی‌ها به خصوص در حوزه حقوق زنان، جدایی دین از سیاست و بعضی مسائل این چنینی در بیانیه آقای موسوی انتقاد کردن. چقدر با این دست انتقادها موافقین و آیا میتونن اینها نگران کننده باشن؟ نه، فکر نمی‌کنم. ببینید، یه سری از مطالبی که گفته در بیانیه آقای مهندس موسوی هست، در تقدیری هم که از انقلاب زن، زندگی، آزادی کرده. قبلا هم از مهسا یاد کرده بود، بیانیه‌ای داده بود در شروع این انقلاب. بعدم همه حرفای دنیا رو که در یک بیانیه نمیشه زد. تمرکز این بیانیه آقای موسوی روی همین سه مرحله است که این 300 نفر نوشتن. یعنی ارزشش در این است که میگه دیگه در چارچوب قانون اساسی این نظام هیچ کاری نمیشه کرد و معضل اصلی اونجاست. بنابراین قانون اساسی باید عوض شه. در واقع روح این قانون اساسی، جان این قانون اساسی هم ولایت فقیه. درست نقطه مقابل آقای خاتمی که بیانیه داد که در با روح این قانون اساسی میشه اصلاح کرد، که حرف غلطی است به نظر من، برای اینکه روح این قانون اساسی ولایت فقیه و سرمنشه مشکلات کشور هم ولایت نظام استبداد دینی ولایت فقیه مفهوما و مستاقنه، یعنی هم خود این مفهوم و این قانون اساسی و هم شخصی که این رو تصدی کرده، یعنی آقای خامنه‌ای. اصلی ترین حرف این بیانیه به نظر من این است که باید از این عبور کنیم، در واقع نظام جمهوری اسلامی باید تغییر کنه. این اصلی ترین نکته است. ایشون البته گفته اول یک رفراندوم برگزار شه، مردم در واقع به این قانون اساسی آره یا نه بگن، یا بهتر بگیم به کل جمهوری اسلامی آره و نه بگن، یعنی در واقع یک بار دیگه از این ملت پرسیده بشه جمهوری اسلامی آره یا نه، و اگر گفتن نه، طبیعتا همه نهادهای موجود غیرقانونی میشه، یه لابد یک دولت موقتی باید باشه و انتخابات برگزار شه، نمایندگان مردم وقت قانون اساسی جدید بنویسن و اونم باز به رفراندوم گذاشته شه، تایید از مردم بگیره. ولی ببینید،
خود ایشون هم البته گفته که این حرفش ابهام داره. اجازه بدید من این ابهام رو هم باز کنم. دیکتاتور آقای خامنه ای به پای خودش که هیچ وقت عقب نمیره که رفراندوم بگذاره و باید فشار اجتماعی، مقاومت مدنی گسترده مردم شکل بگیره تا او رو وادار کنه به اینکه تن بده، چون خیلی خوب میدونه اگر چون این چیزی برگزارشی یعنی جمهوری اسلامی تمام میشه با مخالفت 90% مردم. اون مقدار فشاری که در اعتراضات، اعتصابات، ریزش از حکومت، این سه ستون مقاومت مدنی ایجاد بشه برای اینکه برسیم به اون جایی که بشه جمهوری اسلامی آریانه زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی برگزار کنیم یک چنین رفراندومی، به نظر من اون مقدار فشار مساوی است با سقوط نظام جمهوری اسلامی. یا به زبون دیگه، اول جمهوری اسلامی توسط مردم سقوط می‌کنه، بعد چنین رفراندومی برگزار خواهد شد. به پای خودش دیکتاتور چنین عقب نشینی نخواهد کرد، هیچ جای دنیا نکرده. باید گردنش گذاشت و اون گردن گذاشتن هم از هیچ دست بر نمیاد مگر ملت ایران که این کار رو بکن. از اینجا اون وقت باید در واقع پذیرفت که یک مبارزه جانانه وجود داره که این مبارزه در اتحاد بین همه نیروها که واقعا موسوی هم دستش رو دراز کرده در داخل، در خارج، در طیف‌های مختلف، سلطنت خواه، جمهوری خواه، چپ راست، میتونه محقق بشه و یک چنین اتحاد سراسری میتونه اون وقت چنین پروژه‌ای رو به پیش ببره. ممنون از شما محسن سازگارا، عضو مدیریت شورای گذار که از واشنگتن به ما پیوست.